تو این جلسه میخوایم راجع به لکنت صحبت کنیم. لکنت میدونیم باهاش آشنا هستیم، اختلال تکلم و گفتار به صورتی که روانی و فصاحت کلام مختل میشه. فرد موقعی که میخواد صحبت بکنه قادر نیست به صورت متوالی صحبتش رو ادامه بده، یه جاهایی از صحبتش ممکنه گیر بکنه، تکه تکه بشه، قطع بشه، ممکنه یه حرف یا یه کلمه رو چند بار تکرار کنه یا بکشه تا بتونه صحبت رو به انتها برسونه. مواردی که شدید هست حتی ممکنه با حرکات بدن همراه باشه، یعنی فرد تلاش زیادی میکنه برای ادای اون کلمه و این باعث میشه که مثلا سرش، گردنش حرکت بکنه، دهانش رو قنچه بکنه، یه شکلکی در بیاره برای اینکه تسهیل بکنه که اون کلمه رو بتونه ادا بکنه و به گفتار و ارتباطش ادامه بده. ممکنه به نظر بیاد که انگار مثلا اینا یه علائم دیگه است، نه، اینها تلاش فرد برای رسیدن به در واقع اون کلام به انتهاست. در مواردی ممکنه که افراد خصوصا بچه ها وقتی که هیجان زدن، وقتی عصبیان، وقتی با عجله میخوان چیزی رو بیان بکنن تو کلام دچار این اشکالات بشن. خب این میدونیم که به صورت طبیعیه و جای نگرانی نداره. گاهی اوقات بچه ها به این صورت صحبت میکنن که یک کلمه رو در ابتدای جمله تکرار میکنن. مثلا ممکنه که در ابتدای جمله میخواد کلمه مامان رو بگه، میگه مامان مامان مامان، بعد جملهش رو میگه. این تا 5 سالگی میتونه طبیعی باشه اگر فقط تکرار کلمه در ابتدای جمله باشه، نه تکرار حرفی از کلمه یا بخشی از کلمه و نه اینکه با همراه با یه چیزای دیگه باشه. بنابراین تکرار کلمه در ابتدای جمله تا 5 سالگی رو ما میتونیم طبیعی تلقی کنیم وقتی همراه علائم دیگه نیست. اما شایع ترین شکل برای شروع تکرار یه حرف یا چند حرف از یک کلمه است در ابتدا، در حالتی که ممکنه که فرد خیلی هیجانی نداره یا عجله‌ای نداره و این اتفاق میفته. معمولا لکنت ارثی، زمینه ارثی داره، معمولا شروعش 2 تا 7 سالگیه. خیلی وقتها وقتی فرد دچار لکنت میشه، خب والدین نگران میشن، در پی درمان برمیان. این رو بدونیم 50-80% موارد لکنت خود به خود خوب میشن و محدود میشن و از بین میرن، برطرف میشن. ممکنه فرد مثلا یه هفته یه ماه درگیر اون باشه و خوب بشه و دیگه مبتلا نشه، دیگه تجربه بعدی نداشته باشه از لکنت. ما از اول نمیتونیم حدس بزنیم کدوم اینها جزو اون 80% یعنی که خود به خود خوب میشن و کدومشون جزو اونا نیستن. منتها نگاه میکنیم به سن کودک، مثلا وقتی سنش کمتره و این شروع شده، وقتی شدت علائم زیاد نیست، وقتی بعد از یه مدتی قطع شد، طبیعتا نیاز به اقدامی وجود نداره، ما کاری نمیکنیم. اما اگر ببینیم این دوره رو پشت سر گذاشت و بعد دوره جدیدی از لکنت مدتی بعد شروع شد، خب طبیعتا الان باید احتمال بدیم که دیگه این از اون موارد خود به خود خوب شونده نبوده و قرار احتمالاً تکرار بشه. لکنت ممکنه ابتداش به صورت دوره‌ای باشه، یعنی یه دوره‌ای فرد داشته باشه، بهبود پیدا کنه، دوباره شروع بشه، ممکنه تو دوره‌های بعدی که شروع میشه شدیدتر بشه یا نوع گیر کردن کلام متفاوت بشه. مثلا یه جایی تکرار حرف بوده، حالا کلام قطع میشه، از یه جایی ممکنه تکه تکه میشه. به تدریج بعضی ها یاد میگیرن که به جای اینکه اون کلمه ای رو که توش گیر میکنن بگم، یه کلمه دیگه ای رو جایگزین اون بکنن. مثلا وسط کلام صبر میکنه، یه کلمه مناسب دیگه جایگزین میکنه و بعد همه اینها میتونه نشانه های بروز این اختلال تکلم باشه.
اگر میبینیم داره تکرار میشه، اگر میبینیم خیلی طولانی شده، اگر میبینیم شدتش زیاده و میبینیم ارتباط فرد با دیگران تحت تأثیر این ماجرا داره آسیب میبینه، اگر مخصوصا عواقب اجتماعی اگه همراهش هست، مثلا مورد تمسخر اطرافیان، بچه ها، همسن و سالا، دوستاش تو مدرسه یا حالا تو سنهای پایینتر تو مهد کودک قرار میگیره، طبیعتا ما باید فعالانه تر وارد بشیم و در واقع اون اقدامی که لازم هست رو بکنیم. یه مواردی هست که خب مطرحه و تو ذهن والدین هم هست، یکی اینکه مثلا ترس یا اضطراب عامل لکنته. علت اینکه این تو ذهن میاد چیه؟ خیلی از موارد لکنت شروعش با یه ماجرای مثلا ترسیدن کودک یا مثلا اضطراب کودک و این باعث میشه فکر کنن که اون ترس یا اضطراب باعث شد. ما در حال حاضر هیچ شواهدی نداریم که ترس یا اضطراب باعث ایجاد لکنت در کودک میشه. ممکنه ترس یا اضطراب باعث بشه بروز لکنت تو فردی که زمینه ارثیش رو داره یه مقدار سریعتر اتفاق بیفته. یعنی شاید اگه این اتفاق ترسناک نمی افتاد، قرار بود این زمینه ارثی که وجود داره چند ماه دیگه خودشو نشون بده، حالا ترس باعث شده که زودتر خودش رو نشون بده. گاهی اوقات میگن که تقلید از فردی که مبتلا به لکنته باعث میشه که فرد لکنت پیدا کنه. نه، باز هیچ شاهدی برای این ماجرا نیست که اگر کسی کودکی از یه فردی که لکنت داره تقلید کنه، بعد یه مدتی خودش هم این رو پیدا بکنه. البته ممکنه مثلا این عادت یه مقدار توی بچه کنار گذاشتنش سخت بشه، ولی در واقع او به لکنت واقعی مبتلا نیست، یه عادت گفتاریه که ممکنه داره انجامش میده. حالا برای درمانش باید چی کار بکنیم؟ یه فردی مبتلا به لکنت، لکنت به طور خالص نیاز به درمان دارویی نداره، اصلا درمان دارویی نداره. درمان لکنت گفتار درمانی. شروع گفتار درمانی هر چه زودتر صورت بگیره طبیعتا نتیجه بهتری داره و در زمان کمتری نتیجه حاصل میشه. از طرفی ما وقتی کارو دیر شروع بکنیم ممکنه یه آسیب هایی به بچه وارد بشه، اعتماد به نفسش کم بشه، سعی بکنه کمتر صحبت کنه، سعی کنه از دیگران فاصله بگیره، گوشه گیر بشه، اضطراب پیدا کنه، افسرده بشه و خب بعد درست کردن همه اینها کار رو مشکل تر میکنه. ولی اگه زودتر شروع بکنیم اجازه نمیدیم که این عوارض پیش بیاد و فرد میرسه به اون سطحی از توانایی که بتونه خیلی راحت صحبت کنه و مشکلات بعدی رو نداشته باشه. منتها ممکنه وقتی سن خیلی کمه همکاری با گفتار درمانگر خیلی خوب نباشه و در نتیجه یه خورده صبر کنیم که سنش بیشتر بشه بتونه همکاری کنه، یا با استفاده از شیوه هایی کمک کنیم که همکاریش بیشتر بشه. اون شیوه ها ممکنه شیوه های دارویی باشه برای افزایش همکاریش، یا شیوه هایی باشه که گفتار درمانگر تو کارش استفاده میکنه که بتونه با بچه کوچکتر ارتباط مؤثرتری داشته باشه. گاهی اوقات فردی که لکنت داره در کنارش ما مواجه میشیم با اینکه اضطراب داره. اضطراب باعث تشدید لکنت میشه. یعنی اگه فرد لکنت داره اضطراب هم داره، خود این اضطراب باعث میشه که اون لکنت خودشو بیشتر نشون بده، بیشتر بروز بکنه. در نتیجه اینجا ممکنه برای رفع اون اضطراب، اون ترس، اون وسواسی که همراهش هست از دارو استفاده کنیم. این دارویی که اضطراب رو کم میکنه روند لکنت رو هم بهتر میکنه، بهبودش رو. اما در واقع دارو برای لکنت نیست، برای اضطراب فرده. بنابراین خود لکنت درمانش کاملا غیر داروییه و گفتار درمانیه و معمولا خیلی خوب و مؤثره و هر چه زودتر شروع بشه نتیجه بهتری میگیریم. نکته‌ای که مهمه و خیلی توی روند تأثیر داره اینه که والدین توی خونه چیکار بکنن با بچه‌ای که حالا تشخیص لکنت داره و این مشکل رو داره. اولا به کودک برای حرف زدن کمک نکنید. این قاعده کلیه برای همه پدر مادرها، برای حرف زدن به کودک کمک نکنید. اینجا اثر درمانی هم داره. به جای کودک حرف نزنید. اگر کسی از کودک سوالی پرسید اجازه بدید خود کودک جواب بده. اگر جواب نمیده، اگر بلد نیست، وظیفه شما نیست که به جای او حرف بزنید، بذارید خودش جواب بده. اگر به شما نگاه کرد که کمکش بکنید، با اطمینان بهش بگید خودت بلدی، خودت جواب بده. یا از شما پرسیدن،
اتفاقی که میفته والدین وقتی از کودک سوال میشه و او جواب نمیده مضطرب میشن، عجله دارن، نگران میشن، فکر میکنن مثلا این بده و ما باید زودتر جواب رو بدیم. نه، اگه قرار کودک اعتماد به نفس پیدا بکنه که خوب صحبت کنه، مطمئن بشه که میتونه صحبت کنه، میتونه جواب سوالات رو بده، من باید این فرصت رو بهش بدم دیگه. کودکی که من به جاش جواب میدم، کودکی که من کمکش میکنم، کودکی که من راهنماییش میکنم برای پاسخ دادن، فکر میکنه که این توانایی رو نداره، این اعتماد به نفس رو نداره، این کفایت رو نداره که بتونه خودش حرف بزنه. همینطور بزرگ میشه و حتی تو نوجوانی هم فکر میکنه من باید به جاش جواب بدم. بنابراین برای همه بچه ها و اینجا به طور خاص برای مبتلایان به لکنت کمکش نمی کنید. به جاش حرف نمی زنید. اشکالش رو اصلاح نمی کنید. اگر یه چیزی رو غلط گفت نمی خواد شما اصلاحش کنید. اما بعدن که خودتون میگید میتونید درست کلمه رو به کار ببرید. اگر فرد مبتلا به لکنت گیر کرده نمیخواد راهنماییش کنید، نمیخواد کمکش کنید، نمیخواد برای اینکه اون راحت بشه اون کلمه ای رو که گیر کرده شما بیان کنید. اصلا با آرامش کاملا عادی توجه میکنید تا زمانی که خودش کلمه رو ادا کنه، جمله رو به انتها برسونه، بعد شما جوابش رو مثلا میدید. بنابراین نیازی به کمک کردن برای رهایی او از این ماجرا وجود نداره. اصلا وقتی کودک گیر کرده توصیه هایی مثل آروم باش، آهسته نفس بکش، عجله نکن نداریم. شما اصلا کاری ندارید، همه شرایط عادیه، بذارید او حرفش رو بزنه. هیچ کمکی در حین صحبت کردن، هیچ راهنمایی نمیخواد انجام بدید. معمولا بچه‌هایی که لکنت دارن وقتی خودشون شروع به صحبت میکنن راحت‌تر حرف میزنن تا وقتی ما ازشون سوال میکنیم. بنابراین یه کمکی که میتونید بکنید اینه که اول اجازه بدید او یه صحبتی رو شروع بکنه و بعد شما در قالب اون صحبت وارد بشید و مثلا یه توضیحاتی بخواید. مثلا بعدش چی شد، مثلا ماجرایی رو تعریف میکنه، شما میتونید در میانه صحبت بگید بعدش چی شد اون، و این اضافه کردن توضیحاتی که شما میخواید کمک میکنه که او بیشتر حرف بزنه. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که با فرد مبتلا بیشتر حرف بزنیم و شرایطی رو فراهم کنیم که او بیشتر پاسخ بده تا این خودش به عنوان یه تمرین کمک بکنه که با آرامش با راحتی بتونه صحبت بکنه و یواش یواش به این اعتماد به نفس برسه که میتونه خیلی خوب صحبت کنه. یکی از جاهایی که افراد مبتلا به لکنت معمولا هیچ مشکلی ندارن و خیلی خوب بیان میکنن شعره. فردی که مبتلا به لکنت داره ممکنه توی جمله عادی گیر بکنه، ولی یه شعر بلند رو از ابتدا تا انتها بدون لکنت بخونه، معمولا به این شکله. باز از این میتونیم استفاده کنیم برای اینکه اعتماد به نفس او رو بیشتر بکنیم. معمولا وقتی داخل گروه هستن با یه تعدادی کمتر دوچار لکنت میشه، بنابراین میتونیم این ارتباطه رو تسهیل کنیم و اجازه بدیم که توی اون در واقع گروهی که هست همراه با بچه های دیگه صحبت بکنه و باز این توانایی گسترش پیدا کنه. یه کار خوبی که میشه انجام داد و شاید باید روی این زمینه هاش مخصوصا توی آموزش پرورش یا محیط هایی که بچه ها در کنار هم وجود دارن این رو پیش برد و کمک میکنه به بهبود اوضاع تو این حوزه این هست که اگر یه کودک مبتلا به لکنته و الان وارد مدرسه شده، مثلا کلاس اول اومده، یا اینکه نه از یه مدرسه دیگه ای الان منتقل شده به این مدرسه و الان وارد این کلاس میشه به صورت جدید در حالی که بچه‌ها او رو نمیشناسن، اینکه بتونه در ابتدای کار خودش یا مثلا معلم که از قبل باهاش صحبت شده موضوع رو برای بچه‌ها با آرامش به سادگی توضیح بده. معمولا این کار رو خود بچه‌ها انجام میدن که من فلانی هستم، اسمش رو میگه، خودش رو معرفی میکنه، مثلا از فلان مدرسه‌ای که بودم اومدم الان قراره همکلاس شما باشم، کنار شما باشم، من این مشکل رو دارم، ممکنه موقعی که صحبت میکنم یه جاهایی گیر میکنم، دارم تمرین میکنم که این بهتر بشه، ممکنه که وقتی با شما صحبت میکنم این اتفاق بیفته و عذرخواهی میکنم از اینکه ممکنه مثلا صحبتم با شما طولانی بشه، ولی مثلا این ماجرا هست. اینکه من این موضوع رو میگم، اینکه من راجع بهش حرف میزنم، اینکه برای بچه ها توضیح میدم کمک میکنه. اولا اضطراب خودم کم میشه،
یه آرامشی پیدا میکنم که حالا نیاز نیست من هی تلاش کنم تا اینو پنهان بکنم. نه، من این اشکال رو گفتم. از اون طرف یه حس همدلی توی بچه‌ها ایجاد میشه و دیگه بعداً مشکل و مسائلی برای این کودک ایجاد نمیکنه که از نظر اجتماعی بهش آسیب بزنه، اعتماد به نفسش رو کم بکنه. این رو توی جاهای دیگه مثل تیک هم میشه انجام داد. مثلا بچه‌ای که مبتلاست میتونه در ابتدای کلاس برای بچه‌ها این ماجرا رو، این مسئله رو توضیح بده و از اینجا به بعد با آرامش به کارش ادامه بده. حالا مجموعه‌ای که گفته شد، گفتار درمانی مناسب و مؤثر توسط یه درمانگری که به کارش مسلطه و این کار رو خوب انجام میده، تلاش والدین برای به کار بردن شیوه های مناسب، به حرف کشیدن کودک با شیوه های درست، تلاش برای افزایش اعتماد به نفسش، تلاش برای کم کردن اضطراب همراه، استفاده از دارو تو مواقعی که یه مشکل همراهی کنار لکنت وجود داره، و اینکه حمایت از کودک مبتلا توی اجتماع، تو مهد کودک، تو مدرسه، تو محیط‌های دیگه‌ای که ممکنه حضور داشته باشه، و یعنی یک آموزش عمومی برای اینکه با مواردی از این دست، از جمله اینجا به طور خاص لکنت، یه برخورد خیلی آشنا و آرومی صورت بگیره، به عنوان یه چیز عجیب و غریب بهش نگاه نشه که اعتماد به نفس فرد رو آسیب بزنه، او رو مجبور به پنهان کردن علائمش بکنه. همه اینها کمک میکنه که یه اتفاق خوب بیفته و فرد بره به سمت بهبود. باز تاکید میکنم به غیر از اون 80% که خود به خود خوب میشن، اون 20% هم که نیاز به درمان دارن در اکثر موارد بهبود کامل پیدا میکنن. پدر و مادرها، هیجان لازم نیست داشته باشید. هر چقدر شما آروم تر باشید و کمک هاتون رو بکنید، فرزند شما این مشکل رو به راحتی و به طور کامل پشت سر میذاره. باز هم ممکنه در حوزه تکلم و گفتار مشکلات دیگه ای وجود داشته باشه، یا در مورد همین لکنت مسائلی باشه که ناگفته موند و سعی میکنیم در ادامه تو جلساتی که پیش رو داریم راجع به اونها هم صحبت بکنیم.